دو خبر به نهایت مهم و تیرباران کردن مهمترین افراد جبهه مقاومت ملی که همه را شوک زده کرد و جواب دندان شکن نصیر فیاض به خاطر ایجاد تازه حرکت ملی توسط حنیف اتمر و پیام مستقیم او و احمد مسعود در مورد فریب نخوردن از آدرس حمدالله محب و حنیف اتمر. نصیر فیاض تازه گفته است که شگاف های اختلافات قومی در افغانستان هیچگاه به اندازه جمهوریت اشرف غنی پندیده نشده بود. حنیف اتمر، ستانکزی حمدالله محب و فضلی ستونهای بزرگ از این تفرقه افغانی بودند. شورای امنیت ملی چی در زمان حنیف اتمر و چی در ماموریت حمدالله محب به جای رسیدگی و چالش‌های بزرگ که امنیت ملی افغانستان را به خطر مواجه ساخته بود، درگیر خطکشی‌های قومی در جمهوریت فکریشان بودم و تلاش می‌کردم محبوبیت و دوام حکومت غنی را در سایه جنگ قومی در نظام تضمین کنم. دو نمونه بزرگ این طرز دید، یکی از اداره امور به نام سیاست مخکشزم و دیگر از شورای امنیت ملی از طریق ماموران سفرات اجتماعی این نهاد فیسبوک چلاونکی ها سر بیرون کرده بود. هرچند هیچ حرکت سیاسی در افغانستان تا به حال بدون پشتوانه استخباراتی شکل نگرفته است و همچنان عقب حرکت های اخیر سیاسی حزبی هزینه های گزاف مالی استخبارات بیرونی گره خورده، اما نکته مهم این است که چند خائن ملی که همه دار و ندار نظام را در قمار حرصشان باختند چگونه و با کدام روی حرکت سیاسی دیگر می‌سازند و یا هم در مورد اجماع ملی صحبت می‌کنند. فراموش نکنم که تلاش‌های ضد و نقیض پشتونی برخی نوکران ایران و تعداد چهره‌های فاشیستی و تجرید شده ملت هم جز انزوای بیشتر تبعید و دوام جنگ‌های خونین چیزی برمقام نخواهد آورد. عملکرد سیاسی یک مشت خائنین را نباید با زبان گره بزنیم که آنها با آن زبان حرف میزنند. چی این زبان فارسی باشد یا پشتو، جز درک واقعی برابری و برادری ملیت‌های موجود افغانستان در ساختار سیاسی قدرت، این بحران همچنان ادامه خواهد داشت. فراموش نکنیم که یگانه راه رسیدن و این هدف پذیرفتن درک واقع و پیدا کردن همت و استادگی در برابر خائنین و تفرق افغانان قومتان است. چی این همت از نوک قلمتان سر بیرون کند و یا فکر و یا عمل کردتان در غیر آن حمایت چشم بسته از چهره های خائنین و تفرق افغان قومیتان فقط به خاطر همزبانی با آنها جز شراکت خیانت و شرمساری چیزی بیش به بار نخواهد آورد. دوستان عزیز، خدا کند که هدف نصیر فیاض را فهمیده باشید. او میگوید که یعنی باور کردن بالای حمدالله محب و حنیف اتمر اشتباه بزرگی است و اینها ماموریت دارند تا اختلافات قومی دیگر را میان تاجکان راه بیندازند، پس باید هوشیارانه عمل کرد. این همه در حالی است که در ادامه پنجشیر ستیزی طالبان در پنجشیر، طالبان جنایتکار این دو جوان را با نامهای مشتاق امینی و عبدالمطلب رؤوفی را به جرم ایفای وظیفه در نظام قبلی و پنجشیری بودن در روز قبل از ساحه وزیر اکبر خان کابل بازداشت کرده و با خود و به جای نامعلوم انتقال دادند. گفته می شود که آنها ممکن کشته شده باشند. خانواده های این دو جوان می گن که فرزندانشان نه مقام در حکومت قبلی داشتند نه منصبه، فقط به جرم پنجشیری بودن آنها را دستگیر کردند. آنها خواستار رهایی فرزندانشان از سوی نیروهای امارات هستند. نکته بسیار مهم از این مطلب، عفو عمومی دام بیش نیست. طالبان با گونه سیستماتیک در پی حزب سایر اقوام ساکن در افغانستان هستند، همانند هزاره ها، ازبک ها و تاجک ها. طالبان در مقطع هزار روز بر روز مسائل قومی را دامن میزنند که عاقبت خوب در جامعه افغانی ندارد. گرفته شده از برگه احمد شریفزاد وارد بلاروس شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که نخست گروه سربازان این کشور در چارچوب ماموریت نیروهای مسلح منطقه‌ای به خاطر دفاع از کشور دوست روسیه وارد پایتخت این کشور شدند. وزارت دفاع بلاروس با انتشار تصاویر از لحظه ورود سربازان روسی در اعلامیه گفته است که با نان و نمک و گرمی از سربازان استقبال میکنیم. پیشتر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس مدعی شده بود که اوکراین در حال برنامه ریزی حمله به کشورش است و از تشکیل نیروهای مشترک با مسکو خبر داد. رئیس جمهور بلاروس همچنان لهستان، لیتوانی و اوکراین را به آموزش افرادگرایانه بلاروس برای انجام خرابکاری حملات تروریستی و سازماندهی شورشی نظامی در کشورش متهم کرد. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است
که تصمیم برای ایجاد یک گروه منطقه‌ای از نیروها صرفاً به منظور تحقیقات حفاظت و دفاع از مرزهای دولتی کشورهای متحد در قلمرو بلاروس اتخاذ شده و در حال اجرا است. استقرار نیروهای روس در بلاروس این نگرانی را ایجاد کرده است که امکان پیوستن آنها به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین وجود دارد. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که در نشست سران گروه 7 روسیه را با تلاش برای کشاندن مستقیم بلاروس به این جنگ متهم کرد. زلنسکی خواستار استقرار یک هیئت ناظران بین‌المللی در مرز اوکراین و بلاروس شده است. گفتنی است که لوکاشنکو از متحدان ولادیمیر پوتین است و اجازه داده تا نیروهای مسکو از خاک بلاروس برای انجام عملیات نظامی علیه کیف استفاده کنند. خبر دیگر، زویلا مجاهد میگوید که بازگشایی مکاتب دخترانه حتمی است. حالا دیگر مکتب مطرح نیست. مردم میخواهند که طالبان از صحنه افغانستان حذف شوند. سخنگوی گروه ممنوع در روسیه مکتب‌های دخترانه در افغانستان را حتمی خوانده است. با گزارش اسپوتنیک، زویلا مجاهد سخنگوی گروه طالبان برای اشتراک در نشست اتحاد علمای اسلامی با ترکیه رفته است. در نشست او سخنرانی کرده است. تلویزیون ملی افغانستان زیر کنترل طالبان فعالیت دارد. گزارش داده که مجاهد در این نشست گفته که بازگشایی مکتب‌های دخترانه حتمی است. مجاهد علت مسدود ماندن مکاتب دخترانه را تأخیر در تهیه نصاب آموزشی و وسایل ترانسپورتی برای رفت و آمد دانش آموزان دانسته است. مجاهد در حال بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان را حتمی می‌داند که مقام‌های طالبان پیش از این نیز در نشست‌های بین‌المللی از بازگشایی مکاتب دخترانه در آینده نزدیک خبر داده و وعده سپردند که تا اکنون آن را عملی نکردند. خبر دیگر، ایلان ماسک در آمریکا تحت تحقیق قرار گرفت، اما چرا؟ ایلان ماسک تاجر مشهور و میلیاردر آمریکایی در ارتباط با معامله‌اش برای خرید تویتر توسط مقامات فدرال ایالات متحده تحت تحقیق قرار گرفته است. با گزارش اسپوتنیک، در ماه اپریل ماسک 44 میلیارد دلار برای تویتر پیشنهاد کرد، اما سپس خواستار بررسی گزارشات شد که تعداد حساب‌های جعلی که از جمله برای ارسال هرزنامه استفاده می‌شوند از 5% تجاوز نکرده است. با گفته این میلیاردر در شبکه اجتماعی تعداد چنین حساب‌ها را دست کم گرفته است. ماسک بعداً با تویتر اطلاع داد که از خرید خارج می‌شود. این شبکه اجتماعی با محکمه عارض گردیده است.